آقای ترامپ در نیو همشار بار دیگر موضوع انتقال پول نقد ایران را به میان آورد. $400 میلیون برای گروگان‌ها بود. یکی از گروگان‌ها گفت و شاید تا حالا همشان بگویند که ساعت‌ها برای خروج در فرودگاه انتظار کشیدند. منتظر هواپیما بودند. هواپیمایی که $400 میلیون پول نقد در آن بود. اوباما با توافق اتمی $150 میلیارد و $1.8 میلیارد پول نقد به رژیم ایران داد. ترامپ با اشاره به دادن باج به رژیم از سوی اوباما برای آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی در ایران افسود: از کجا میتوان $1.8 میلیارد پول نقد آورد و نگذاشت کسی به شما بگوید که این برای گروگان‌ها نبوده است. مردم یزد، دلاوران یزد، حسن روحانی، این یارو باباش کلیدساز بوده، میدونید که چون پدرش کلیدساز بوده اینم با کلید اومد و خلاصه با کلید هم سرویس کرد همه رو. یادتون نره چون این بابا فرانس ماسون اسکاتلند، اینا سوگند یاد میکنن که خدمتگزار دولت فخیمه باشن، رهبری مال اوناست. همچنان که الان در غرب همه جای دنیا وقت چون ملیت میدن، خصوصا امریکا مد بود، جای دیگر هم تم کم مد کردن، تو باید قسم سوگند یاد کنی که اون منافع پایبند باشه منافع اون مملکت. تو به منافع تیم خودت فراماسونری اسکاتلند که خطرناکترین، چون با فراماسونری خوب داریم صد بار گفتم بازم میگم که برای جام چیز داشتن، این بابا که هدفش نابودی ویرانی یه ایرانه با دروغ با دغل. آقا مردم یزد خوب جواب شدادن و خیلی جالبه، خیلی جالبه، برادر خودش میلیاردها دزدی کرده، خودش $18 میلیارد چقدر؟ $18 میلیارد اینو رئیس جمهور امریکا گفت، شخصیت برجسته. اعتراض دارید به دادگاه الهی شکایت کنین، همچنان که تا حالا بارها از شما دادگاه الهی شکایت کردن و باختید، میلیاردها دلار از پول ملت ایران دادید. اگه دروغ گفته آقای ترامپ شما برید شکایت کنید. پس راست گفته، میگه با هاپ ما $18 میلیارد پول دادن به این روحانی، چه کار کرده این پولا رو؟ برادرش و معاونش و فامیلاش همه بالا کشیدن رفتن تو خارج از کشور، میراث سرمایه‌گذاری کردن. بعد جالبه چون داشتشو گرفتن و یک سری مسائل اینا شده، اومده میگه آقا حالا ما که میلیارد زدیم، اوکی او یارو دیگه که 2 میلیارد زدنش اعدامش چرا نمیکنین؟ بابکو میگه چرا این که واسه اعدام کردن اعدام نمیکنین؟ حالا من به این بازی ها اینا کار ندارم، فقط برای شما خبر رسانی میکنم، فقط خبرتون میکنم. 2 میلیارد اون میدونی کجای روحانی که خرج کرده؟ تو چون نوکر تازیان هستی و استعمار انگلیس و مخالف آریایی و ایرانی هستی، اونجات میسوزه. این 2 میلیارد توی تاجیکستانه، تو تاجیکستان کمپانی هواپیمایی زده، کمپانی اتوبوسرانی زده، مملکت رو آباد کرده. حالا تو مملکت خودمون نمیتونستی، از هر جا پول آورده رفته تو تاجیکستان خرجش کرده. شما سانسور کرده این اخبار رو به اطلاع مردم نمیرسونین. فرنشین تاجیکستان امام علی رحمانی از پدرش سپاسگزاری کرد که چنین بچه‌ای رو که اینقدر خدمت کرده. آقا یک امکانات وسیع توی تاجیکستان ساخته، 2 میلیاردش اونجاست. مردید برید بگیرید. شما قرآن و نهج البلاغه فرستادید، آخوند و ملا و اصله فرستادید که تاجیکستان به هم بریزید، این رفت اونجا رابط کردن، شما انداختین زندان. دزده رو گرفتن، میگه آقا اون چرا دزدی کرده؟ اون هم که میخواین اعدامش کن به خاطر اینکه رفته کاری کرده خلاف شما نمیخوان. شما تاجیکستان چون آریایی است، چون اهورایی است، چون اوستایی است، اونها رو ملحد، کافر، نجس میدونید، چون شما عربی تازی هستید. تو شما تازی هستین. دروغ همین جنگ دعوایم که با عربا میگن دارن، این فقط رو مسئله عین جنگ دعوای داخلی خودشونه. گول نخورید ملت ایران، عین جنگ و دعوای داخلی خودشونه. آه رفته اونجا برای که بگه بیاد. بعدم الان هم خیلی شما خر شدید و میشید هی پستای یه طرفه میفرستید، پست دو طرفه بفرستید، هر گاه براتون یه خبری میاد که شما باید بفرستید، یا حالا میخوان بفرستید، بدبخت میخوان بفرستید، یه خبر که میدید علیه جناح روحانی، یه خبر هم بدین علیه خود روحانی. خر نشین. من میبینم چه انسان‌های آزاده و فرهیخته و آدم‌های خیلی خوبی که همه‌شون هم رفیقای من هستن، خیلی‌هاشون رو می‌شناسم، این آدم‌ها خر شدن. 14 قرن خر شدین و نفهمیدین 2 میلیارد کجا خرج شده. ببینین کجا خرج شده. مردان اومدیم با دل پر ز مهر و پر ز احسان اومدیم، مهمانان عالی قدر، همه شمایان را به این مکان دوستی خلقها
دل انرژتیکی سرزمین تاجیکان نورک خوش آمدید گفته استیبل باشه و بتونه پول دریافت بکنه، ما انتقال رو انجام خواهیم داد و من به عنوان یه ایرانی حافظ منافع کشورم حتما این موضوع رو با تمام قدرت پیگیری میکنم که تا به حساب‌های داخلی برسه. سرور دولت امام علی رحمان نخست برای آغاز ساختمان یک مرکز تجارتی زمانوی و کوچه قهار پایتخت تشریف آورد. در اینجا پیش از همه مراسم معرفی لایحه‌های سرشمار ساختمان بناهای مکتب و بیمارستان و دیگر انشاءات اجتماعی و فرهنگی، عمارت‌های بسیار آشنای استقامتی با میدانچه‌های ورزشی و دلخوشی کودکان و کلانسالان، بناهای مأموری و تجارتی و غیره برگزار گردید. راهبریت و مسئولین ساحه ساختمان و معماری شهر دوشنبه با پرزیدنت کشور امام علی رحمان گزارش داده، از جمله اظهار داشتند که تا چند سال آینده سیمای بسیار کوچه و خیابان‌های پایتخت از جمله خیابان رودکی و کوچه صدرالدین عینی کاملا دیگر و خیلی زیبای و دلنشین می‌گردد. یا وگزل اتوبوس‌های پایتخت که سال‌های اخیر از فعالیت باز مانده بود تشریف آورده، ترمینال مرکزی نقلیاتی در جای آن تشکیل یافته را افتتاح نمود. طور اطلاع داده شد ترمینال مرکزی نقلیاتی پس از ترمیم و نوسازی بنای سر ایستگاه اتوبوس‌ها و واردات واسطه‌های نو نقلیات که با صرف 140 میلیون سومانی به انجام رسیده است، از جانب جمعیت سهامی هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان تأسیس یافته، امروز آماده کار گردیده است. چنان که عیان گردید در ترمینال نو برای مسافران مجموعه خدمت رسانی های ضروری از جمله تالار انتظاری، نوار جدول حرکت اتوبوس ها، خزینه های چیپت فروشی، نمایندگی بانک کانت اینوست بانک، مغازه و قهوه خانه، خانه مادر و کودک، نقطه خدمت رسانی طبی، اینچنین برای واسطه های نقلیات ایستگاه کلان و نقطه های خدمت رسانی تکنیکی که جوابگوی معیارهای بین المللی میباشند آماده و مورد استفاده قرار گرفتند. با تطبیق با ثمر این لایحه 12 سیرخط داخل مملکت احیا گردیده، زیاده 300 نفر به حیث راننده، کارمندان خدمت رسانی تکنیکی و راهبلدان از حساب دختران محلی صاحب کاری دائمی شدند. اینچنین در نظر است که تا آخر سال روان شماره جایهای کاری به 2000 نفر رسانده شود. عموماً بعد پوره با آخر رسیدن کارهای تجدید و تجهیز دادن ترمینال که با خرج باز 70 میلیون سومانی دیگر انجام می‌یابد، در اینجا تا 2500 شهروندان صاحب جای کار خواهند شد. بار دیگر به ما خیلی کمک بزرگ است. برای فعالیت با ثمر ترمینال 40 اتوبوس مسافرکشان سطح بین المللی و 40 عدد نقلیات سبکرو تاکسی وارد کرده شده است. همچنین آینده نزدیک وارد کردن با سه خوب دقت کنید، باند تبهکاری که بر ایران حاکم است نوکران تازیان هستند. از نخستین روز ذلت، بدبختی و بیچارگی ما را خواهان بودن تا به امروز. شما مگه میتونی از خودت کمپانی های هواپیمایی داشته باشی با هواپیمای جدید و شیک و تر و تمیز که نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج از کشور سر تا سر دنیا پرواز کنن؟ چنین حقی رو مگه به تو میدم؟ اگرم یک آدم با عرضه پیدا میشه 10 تا هواپیما میخره، 4 تا هواپیما ایرباس و فلان اینا میخره به حساب تاجیکستان که برای ایران کار کنه و غیره، باید طرف رو نابود کنن. اگه میخواد تاجیکستان آباد کنه و از طریق اونها به جایی که دلالی ها رو بدن به ترکیه میلیاردها دلار در طی این 40 سال و به دولت های دیگه که در کشورهای دیگه که در همسایگی جمهوری اسلامی هستند، این بابا رفته توی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده، دلالی هم که نه سرمایه گذاری کرده، ولی دلالی هایی که کشورهای فقیر و تهیدست رو طی این 40 سال با تحریم های ایران اینها به آقایی رسوندن که امروز در دنیا قد علم کردن، اونها بایستی لذت ببرن از این پول و ثروت ایران. و تو باید هواپیمای تازی قطر و دبی و ترکیش و مرکیش و اینا رو سوار بشی ولی ول بری. خودت که نباید هواپیما داشته باشی. تاجیکستان که نباید شکوه عظمت داشته باشه. تاجیکستان که نباید پای ترکیه برسه، سرزمین مهم بزرگ آریایی. اینها بیچارگی ها و بدبختی هایی است که حتی مردم هم نمیفهمن و در اون کادر بالای رهبری این نظام پلید به هزار یک یل تا ایرانی میخواد رشدی بکنه باید سرنگون بشه، چه در داخل باشه چه در خارج. 10 قرن ما رو بدبخت.